البته فساد تو این رژیم پدیده جدید و یا عجیبی نیستش. در واقع هیچ ارگانی رو در این رژیم نمیتونید پیدا کنید که فساد گسترده در اونجا وجود نداشته باشه. از وزارتخونه ها گرفته تا مجلس رژیم، از بانک ها گرفته تا شهرداری ها و تا خود سپاه و خلاصه همه جا. این روزا اما گزارشات متعددی از فساد در سازمان اوقاف که یکی از پولدارترین سازمان هایی که مستقیما زیر نظر خامنه ای کار میکنه و هیچ کسی هم در اون کنترل نمیکنه به گوش میرسه و در رسانه ها هم منتشر شده. از جمله در تازه ترین خبر بیش از 1000 هکتار از زمین های اوقافی به علم الهدا پدرزن رئیسی و امام جمعه مشهد واگذار شده. برای بررسی موضوع همراه هستیم با فردین ماهوچیان، تحلیلگر امور سیاسی. آقای ماهوچیان باز سلام خدمت شما. می‌خواستیم ابتدا یک مقداری در مورد سازمان اوقاف برای ما توضیح بدید که کارش چیه و به چه صورت اداره میشه. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. در رابطه با اینکه سازمان اوقاف چی هستش و کارش چی هستش، سازمان اوقاف یکی از ثروتمندترین و درآمدترین سازمان‌های دولتی هستش که کارش در شکل نه در محتوای جمع‌آوری خیریه و کمک‌های انسان دوستانه هستش و قدمت تاریخی و طولانی داره و در سلطه سلطنت و ولایت بوده و زیر معاون نفست دینی فعالیت می‌کرده در دوران سلطنت و یکی از موضوعات اختلاف بین شاه و شیخ هم بوده، به طوری که در سال 43 خمینی ضد بشر فاهان مدیریت اصطلاح سازمان اوقاف بوده و همون موقع هم گفته بودش که اگه اوقاف رو به روحانیت بسپارین اونطوری که الان نوتیپول میشه نخواهد شد و با همین به اصطلاح درآمد اوقاف این فقرا به اصطلاح غنی میشن و میتونن زندگی خیلی خوبی داشته باشن. بعد از انقلاب سلطنتی و دوزیدن اون انقلاب توسط خمینی و ایغارش، این دم و دستا که وظیفش مدیریت نوبوبات خیریات بوده و نظارت بر خیرات و خیریه هایی که مردم میدادن و جمع‌آوری صدقات، اداره مؤسسات و انجمن‌های خیریه رو نظارت میکرده، به تبدیل یک دکان به اصطلاح در دزدی و غارت و اختلاس بدین و آفونده میشه زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام. این وزارتخونه هیچ گونه نظارتی رو بر عملکرد سازمانی خودش نمیپذیره و این سازمان توسط خود ولی فقیه یعنی خامنه‌ای انتخاب میشه رئیسش و حتی مجلس هم نمیتونه از وزیر ارشاد و فرهنگ که این وزارت سازمان زیر نظر اون هستش هیچ گونه سؤالی و یا پاسخگویی بخواد. تو بررسی هایی که یکی از منابع درآمدی حدود 17 سال پیش داشته، درآمدش بیش از فروش نصف همون سال بوده. هیچ کس نمیتونه اینها رو مورد سؤال و جواب قرار بده. فقط ما در جنگ و دعواهایی که بین باندهای به اصطلاح حکومتی پیش میاد و افشا میکنن هم دیگر رو برای اساس اینکه میخوان قدرت بیشتری و تصاحب مالی بیشتری داشته باشن، صدها پرونده بلا تکلیف میده و در جدیدترینش هم واگذاری 150 هکتار زمین و یک دامداری با ادار رست به قیمت 1,000,000 تومان به منا چاویچیان، عروس حجت الاسلام خاموشیه که رئیس این سازمانه، که طبق یک افشاگری که یک نماینده مجلس، نماینده سابق مجلس انجام داده، این رو شده و در مطبوعات اومده. همین بررسی نشون میده که این واگذاری این همه زمین، 150 هکتار زمین و یک دامداری با هزار رست، خودش میتونه عایدی داشته باشه بیش از بدترین شرایط 500 میلیون تومان و میبینیم که این رو به قیمت 1,000,000 تومان به اجاره این به اصطلاح عروس مسئول خود این سازمان اوقاف داره بودن و ثابت میشه که اوقاف یکی از مهمترین ابزارهای روحانیت و مهمترین منابع مالی اونها هستش که بدون هیاهو و یا جلب توجه به غارت اموال مردم مشغوله و پرونده های بسیاری داشته، پرونده های مردم بسیاری مثل پرونده
مفاسد و واسکیت بردن زمین ها دارایی های مردم که بدون هیچ رسیدگی در دست خود رومانی دست فارد من جوابوی خودشون رو به مومنی دارن، چون حتی مسئول این سازمان توسط خود ولی فرای آمنی مرشد. بله آقای ماجون، با توجه به این میزان از دزدی و فسادی که شما بهش اشاره کردین تو سازمان اوقاف هستش، چرا تا الان اقدامی برای جلوگیری از این دزدی‌ها نشده؟ در رابطه با سوال دومتون که به واقعیت با وجود این میزان از دزدی و فساد در سازمان اوقاف چرا تا کنون اقدامی برای این جلوگیری دزدی‌ها نشده، فوتین در اول اصطلاح همین برنامه خیلی خوب و سریع گفتیم که فساد تو این رژیم چیز جدیدی نیستش و هیچ ارگانی رو این رژیم نمیشه واقع به واقع پیدا کرد که درگیر فساد گسترده نباشه. اما تو رابطه با سازمان اوقاف هم به که گفتن به اصطلاح سازمان اوقاف یک سازمان گسترده و عریض و طویلی سراسر کشور هستش و چون زیر نظر خود دستر فامنه داره میشه و این ترتیب کسی نمیتونه جوابگویی از خامنه ای ولی فقیه بخواد، مثل بقیه بنیاد هایی که در دستش، مثل بنیاد مسترصفان، بنیاد خمینی، این بنگاه عظیم مالی و ثروت بالایی که وجود داره در دست خود خامنه ای است و هر بار تلاش انجام شده از طرف نمایندگان مجلس به جایی نرسیده. خب همین پرونده اخیر میبینید که 141 نماینده مجلس نامی رو به قالیباف میدن و قاهان به صدا تحقیق و تفحص در رسوم کار قرار بگیره مجلس که این دوزی‌ها رو رسیدگی کنن، ولی مثل هر بار به سطح های سریری رفت میکنن که نمیتونن جلو برن، چون طرف حسابشون دیگه خود خامنه‌ای هست که همه این انبار به کیسه خودش رفته میشه و رفته میشه و دوروبری های خودش و نزدیکان خودش دستن در کاران این دوزی ما هستن. و مثال ارزش که میگه چاقو هیچ موقع دسته خودش رو نمی‌برده، اینجا هم اینجوری هستش، مثل نهادهای دیگه گفتیم، مثل دزدی‌های دیگه، اینها همه میمونه تا روزی که این رژیم ساقط بشه، این رژیم سرنگون بشه و مردم ایران به حق و حقوق خودشون برسن. بله با تشکر از شما آقای فردین ماوچیان، تحلیلگر امور سیاسی، به خاطر توضیحات روشنگرانه‌تون در رابطه با فساد در سازمان اوقاف.